برای فیلترهای صدا و تنظیمات صدا هم باز باید همین آیکون رو شما بزنید توی کلیپ اجاسمنت توی این قسمت اول توی آدیو افکس فیلترهای صوتی شما که خیلی راحت های اینجا میشه تنظیم جنگ جهانی و آزادی فرانسه از بدید یه بار خود صدای اصل رو بشنم بعد بریم با فیلترش رو این آتیش به مناسبت اتمام جنگ جهانی و آزادی فرانسه از آلمان نازی در اینجا روشن شده حالا ببینیم که فیلترها چه تأثیری روی اون میذارن آدیو اجازمنت بلخشی توی آدیو افکت و این آتیش به مناسبت اتمام جنگ جهانی و آزادی, آزادی فرانسه از آلمان نازی در اینجا روشن شده این آتیش به مناسبت اتمام جنگ جهانی و آزادی فرانسه از این آتیش به مناسبت اتمام جنگ جهانی و آزادی فرانسه از آلمان در اینجا روشن شده این آتیش به مناسبت اتمام جنگ جهانی و آزادی فرانسه از آلمان نازی در اینجا روشن شده این آتش به مناسبت مو... فکر می‌کنم با موضوعی که داره مطرح میشه احتمالا یه همچین صدای خیلی میتونه این آتیش به مناسبت آره واقعا خود خودشه این افکت ها و فیلتر هایی که اینجا هستش کاملا مشخص از اسم هاشون که چه کارهایی انجام میدن خیلی راحت شما همونطور که دیدید میتونید تستشون هم بکنید مثلا تلفنی میشه صدا رادیویی میشه انگار توی اتاق بزرگ صدا بیاد یا توی اتاق کوچیک و متوسط و حالا پیچ رو هم که شما دیدید چه تاثیر روی صدا میذاره من نان رو انتخاب میکنم اما قسمت دومی که مربوط به آدیو هست هم شما میتونید ولوم رو ولیوم رو از اینجا کم و زیاد بکنید که خب قبلا دیدیم با هم یه عنوان اینجا هست به اسم داکینگ شما احتمالا دیدین که به صورت هوشمند صدای بک‌گراند رو کم میکنه خود آی مووی زمانی که یه صدای دیگه اضافه میشه اگر خواستید این اتفاق نیفته شما میتونید این آیکون رو بزنید و ورش دارید و صدای زیری کم نشه که خب طبیعتا بد نیست این اتفاق بیفته میزانش هم اینجا میتونید تعیین بکنید که چقدر صدای پایینی کم بشه فید این و فید آت شما طبیعتا برای انتها و ابتدای کلیپ که چقدر فید بشه توی کلیپ بعدی اگر روی یک کلیپ دیگه قرار گرفت الان شما همینطور که میبینید کلیپ بعدی انقدر فید شده و این یکی کلیپ هم باز همینطور انقدر فکر شده میتونید شما کم یا زیادشون بکنید انهانسمنت برای بهتر شدن صدا صدای بکراندتون رو شما از اینجا میتونید کم بکنید میشه شنید الان این رو این آتیش به مناسبت من دیگه بکراند بخوام کمتر بکنم این آتیش به مناسبت اتمام جنگ جهانی و آزاد اگر شما یه خورده صدای بکراند داشته باشید حدودن میتونه تشخیص بده صدای انسان رو و یه مقداری صدای بکراند رو کم میکنه رو هم که فکر کنم خیلی آشنا باشید باهاش توی تمام ام ها و خیلی چیزهای دیگه هست اگر شما اینجا میوزیک انهانس رو بزنید صدای موسیقی رو بلندتر میکنه وایس انهانس بالعکس صدای آدم رو سعی میکنه که بیشتر بکنه و حفظ بکنه این آتیش به مناسبت ات... البته در هر صورت بعد نیست که شما خودتون یه دستکاری هم بکنید ببین اگر کاری که انجام و مد نظرتون نبود و به نظرتون جالب نیامد این آتیش به مناسبت اتمام جنگ جهانی و خب من اینجا نیاز, نیاز ندارم اکولایز رو خاموش میکنم نورمالایز هم اگر حجم صدای شما خیلی کم بوده باشه میاد ویف فرم های صدای شما رو اندازه ای می میکنه که سقف اونها به اینجا میرسه در واقع به طور مثال من اینجا بذارید اصلا همین کلیپ رو پاک بکنم و بیام توی این یکی کلیپ مثلا یه همچین این یکی کلیپ رو یه ذر صداش رو برم بالاته مثلا صداش به اندازه 40 درصد باشه اگر من بیام اینجا الان خود این کلیپ رو انتخاب بکنم بیام توی آدیو و نرمالایز رو بزنم میاد این صدای من رو یه نرمالایزیشن روش انجام میده که در واقع یه جورایی میاد اون رو ترتمیز میکنه البته ترتمیزش که نمیکنه بلندترین پیک رو سعی میکنه به حد اکثر صدا برسونه نمیدونم حالا راستش این توضیح چقدر واضح بود ولی میتونید تستش بکنید ببینید اگر مد نظرتون بود که ازش استفاده بکنید قبل و بعدش الان میتونید من بشنوید این قبلشه و بعدش ببخشید این بعدش بود این قبلشه میشه گفت یه جورایی همون چیزی که ما توی اینجا برای اوتو در واقع اجاسمت داشتیم یه خورده شاید از اون بهتر کار بکنه این قضیه نورمالایز ولی در کل میاد صدای شما رو قسمت بالاش رو یه خورده بالاتر میاره و یه خورده مرتب میکنه حالا وی فور پای صدای شما رو نمیدونم بخوایم بازم توضیح من کافی بود یا درست بود یا نه در هر صورت با این نورمالایز شما میتونید تستش بکنید ببینید اون چیزی هست که دوست دارید یا آخر در نهایت عینا عین ویدیو میتونید اینجا ریورت اوریجینال رو بزنید و برمیگردون کلیپتون رو به همون حالت اصلی که صدا داشت باز اگر خواستید از اینجا هم میتونید ولومش رو کم بکنید و حالا اندازه کلیپ بعدی بشه